سلام، من زهرالملوکم و اینجا کانال شهر فرنگه. در بین هزاران نفری که سال 1360 به دلایل مختلف از طرف حکومت جمهوری اسلامی اعدام شدن، اسم کریم دستمالچی به خاطر فعالیت‌هاش تو زمان انقلاب از جمله خونه‌ای که تو پاریس برای خمینی خرید متفاوته. برای اون فاصله زمانی خریدن خونه تا تیبارون شدنش به دست حکومت کمتر از 2.5 سال طول کشید. تو این ویدیو در مورد زندگی و سرگذشت کریم دستمالچی که یکی از چهره‌های شناخته شده بازار تهران تو انقلاب 57 می‌پردازیم. پس با من همراه باشید. کریم دستمالچی تو خانواده معروف و ثروتمند دستمالچی که از چند دهه قبل از انقلاب 57 تو بازار تهران فعال بودن به دنیا اومد. پدرش عبدالرحیم دستمالچی بود که به همراه چند بازاری سرشناس دیگه از حامیای شناخته شده مصدق و جبهه ملی تو بازار تهران محسوب میشد. اونا جمعی به اسم جامعه بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران رو تو بازار تهران بنیان کردن که نقش مهمی تو جهت‌دهی سیاسی فعالیت‌های بازاریا داشت. کریم دستمالچی قبل از انقلاب تو آلمان تحصیلاتش رو تو رشته مهندسی برق به پایان رسوند و بعد از برگشتش به ایران امور مالی خانواده از جمله چندین مغازه و سرای معروف به دستمالچی رو تو بازار تهران مدیریت کرد. کریم از اعضای فعال جبهه ملی بود. اون تو مقطع انقلاب همراه دوستای پدرش تو جامعه بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران برای پایان دادن به نظام شاهنشاهی فعالیت میکرد. مهمترین اقدام این گروه تأمین مالی بعضی از هزینه های انقلاب بود که کریم تو این راه هزینه خرید خونه برای خمینی تو پاریس رو پرداخت کرد. زمانی که خمینی با تعدادی از همراهانش روز 14 مهر 57 وارد پاریس شد، به پیشنهاد بنیسه تو آپارتمانی که محل سکونت احمد غضنفر و همسرش بود ساکن شد. تو این آپارتمان کوچیک امکانات زیادی برای رفت آمد و بازدید افراد وجود نداشت. به همین خاطر اطرافیان خمینی به فکر فراهم کردن جای دیگه‌ای برای اون افتادند. در نهایت به دهکده نوفلوشاتو تو حاشیه پاریس منتقل شد. چون پیشبینی کرده بودن اقامت خمینی تو پاریس طولانی مدت میشه، به همین خاطر به فکر تهیه خونه‌ای برای اقامت اونها افتادند. تو تهران بازاریایی که حامی مالی اصلی انقلاب بودن برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کردند. تو رقابتی که بین جریانه سیاسی فعال تو بازار بود، کریم دستمالچی هزینه خرید خونه به نسبتاً بزرگی رو تو ورسای پاریس پرداخت کرد. و این خونه تو آبان سال 57 در زمانی که کریم سنجابی رهبر جبهه ملی به دیدن روح الله خمینی رفته بود به اسم صادق قدس‌زاده خریده شد. اما روند انقلاب به قدری سری پیش رفت که دیگه نیازی به خونه خریده شده وجود نداشت. تو همون زمان بازاریا با سرمایه علای میر محمد صادقی، یکی دیگه از چهره‌های شاخص بازار، هزینه بیمه هواپیمایی که خمینی و اطرافیانش رو به تهران آورد پرداخت کردند. بعد از پیروزی انقلاب و کنارگیری کریم سنجابی از سمت وزیر امور خارجه، جبهه ملی هم به یکی از گروه‌های سیاسی منتقد تبدیل شد. اما همچنان اجازه انتشار روزنامه‌شون رو داشتن. تا اینکه 27 تیر 59 دفتر روزنامه با حضور مامورای مسلح دادستانی انقلاب بسته شد و انتشار این روزنامه متوقف شد. تو این شرایط بازار تهران یکی از محلایی بود که درگیری بین جریانه سیاسی مختلف جامعه تو اون وجود داشت. کریم دستمالچی یکی از افراد مؤثر تو این تحولای بازار بود. اون که از اعضای مهم و مؤثر جامعه بازرگانان، اصناف و پیشه‌وران بود، امکانات به نسبت گسترده‌اش رو در اختیار جریان سیاسی مطبوعش که همون جبهه ملی بود قرار داد. از طرفی هم جریان مقابلش هیئت مؤتلفه اسلامی بود که اسدالله لاجوردی از چهره‌های شناخته شده اون بود که تو بازار تهران مغازه داشت. شهریور سال 1359 با حکم محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور به سمت بسیار مهم و حساس دادستانی انقلاب تهران رسید. اون تو این سمت نقش مهمی رو تو سرکوب مخالفا و منتقدای خمینی ایفا کرد. نیمه دوم سال 59 بود. درگیری بین حزبای جمهوری اسلامی با منتقدا و مخالفا شدت گرفت.
مخالفای حزب جمهوری اسلامی طیف گسترده‌ای از جریان‌های سیاسی بودند که اکثرشون از متحدای خمینی تو زمان سرنگونی حکومت پهلوی بودند. بنی صدر شاخص‌ترین فرد این جریان بود که اون زمان رئیس جمهور بود. جبهه ملی، نهضت آزادی و چهره‌هایی مثل صادق قطب‌زاده از دیگر اعضای این جریان بودند. از طرف دیگه سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا هم به عنوان گروه‌های مسلح به شدت از حزب جمهوری اسلامی انتقاد می‌کردند. در مقابل حزب توده، فدایان خلق، حامی حزب جمهوری اسلامی بودند. سال 1360 التهاب‌های سیاسی تو جامعه ایران به اوج خودش رسید. تو اردیبهشت همون سال کریم دستمالچی تو چند جلسه به عنوان نماینده جبهه ملی برای بررسی برگزاری مناظره‌های سیاسی با نماینده‌های حکومت تو رادیو و تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شرکت کرد. تو خرداد سال 1360 موضوع تصویب لوایحی تو مجلس درباره بودجه، پاکسازی و مجازات به عامل دیگه‌ای برای درگیری بین حامیان و منتقدان حکومت تبدیل شد. جبهه ملی روز 13 خرداد با انتشار بیانیه‌ای تو روزنامه پیام جبهه ملی خواستار برگزاری راهپیمایی تو روز 25 خرداد در اعتراض به این لوایح و در صد اونها لایحه معروف قصاص شد. روز 18 خرداد دادستانی انقلاب اسلامی با صدور دستوری حکم توقیف چند روزنامه مخالف رو داد. این تصمیم با واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای تو شهرهای زیادی روبرو شد و از 19 خرداد تجمعات پرتعدادی تو نقاط مختلف برگزار شد. بازار تهران یکی از اصلی ترین مراکز اعتراض مخالفان توقیف روزنامه ها بود که با حضور مدافعای حکومت جمهوری اسلامی به درگیری کشیده شد. خمینی هم تو روز 18 خرداد یه سخنرانی شدید و لحن کرد و نسبت به تظاهرات و اعتصاب تو بازار هشدار داد و اون رو حرام و راهپیمایی مقابل اسلام و رسول اکرم دونست. صبح روز 25 خرداد خمینی تو یک سخنرانی دیگه با حمله به مخالفانش جبهه ملی رو به خاطر مخالفت با لایحه قصاص مرتد نامید و از مردم خواست تا به خیابون‌ها بیان. از ظهر همون روز طرفدارای حکومت راهی خیابون‌های مرکزی شهر و بازار شدند. شدت واکنش‌ها به جبهه ملی به قدر زیاد بود که خیابون پهلوی که بعد از انقلاب مصدق شده بود به ولیعصر تغییر نام داد. سازمان مجاهدین اعضای خودش رو تو اون روز به خیابون نفرستاد. اما تعداد زیادی از اعضا و هوادارای جبهه ملی و دیگر گروه‌های مخالف حکومت به خیابون‌ها اومدن و بازداشت شدند. کریم دستمالچی هم از افرادی بود که تو همین روز تو محل کارش بازداشت شد. بعد از درگیری‌های شدید روز 30 خرداد و برکناری بنی صدر، اعدام‌های گسترده در قالب تیربارون تو زندان‌ها شروع شد که کریم دستمالچی هم یکی از همین اعدام شده‌ها بود. یک شنبه شب 21 تیر ماه سال 1360 تو محوطه زندان اوین مقابل چروخه آتش قرار گرفت. احمد جواهریان یکی دیگه از چهره‌های شناخته شده بازارم همراه کریم دستمالچی تیربارون شد. دادستانی طبق بیانیه ای اعلام کرد آقای دستمالچی به جرم ایجاد اختشاش تو بازار مسلمین و به تعطیلی کشوندن اون کوشش در جهت بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با تلویزیون‌های خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمایی 25 خرداد، کمک مالی به گروه هک‌های ضد انقلاب، تصویب منشوری علیه جمهوری اسلامی ایران، مفسد فی‌الارض و مقابل چوخه آتش قرار گرفت. با اعدام کریم دستمالچی بخشی از اموالش مصادره شد و مسئولان اسم سرای دستمالچی رو توی بازار به سرای آزادی تغییر دادن. از دارایی‌های کریم دستمالچی خونه‌ای که تو پاریس برای اقامت احتمالی خمینی خریده بود مدت کوتاهی محل زندگی بنی صدر رو خانواده‌اش شد. به تازگی یک گروه تحقیقی به اسم راستیا طی یک پژوهش طولانی موفق به ثبت و راستی آزمایی بیش از 3500 مورد از اعدام‌های سیاسی سال 60 و تطبیق قبرهای اونها شده. اما موفق به پیدا کردن قبری برای کریم دستمالچی تو بهشت زهرای تهران نشده. مشخص نیست کریم دستمالچی تو بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شده یا نه. کریم دستمالچی حالا
اسمیه در بین هزاران اعدام شده سیاسی سال 60. اون بخشی از سرمایه‌اش رو برای انقلاب 57 خرج کرد. اما چیزی که از حاکمای اون انقلاب نصیبش شد، مرگ بود. مرسی که با این داستانم همراه من بودید. لطفاً برای حمایت از من و این کانال این پست رو لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و اگر تا به حال عضو کانال شهر فرنگ نشدین، با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش از پست‌های بعدی من با خبر بشید.